اومدیم و ما بچه اگر تو هستید تو کلاس، حالا شاید نباشید تو کلاس یا در واقع فقط حضورتون اینجوری خورده است، حواستون باشه من اگه فیلم نمیگیرم به من بگید. الان نزدیک 10 دقیقه یک رو حرف زدیم و فیلم نگیرم. خب حالا ایشون دارم یه کودش هم بذارید، اوکی باش کودش هم اوکی، ولی خب ما خواستیم فیلم بگیریم که بچه ها متوجه بشه. من هرچی اینجا کود زدم رو پاک میکنم. خب ما اینجا اومدیم قبل از اینکه بیام اون فیلم رو، فیلم قبلی رو گرفتیم، اومدیم یه همچین سیکشن و کلاس منو نب یو ال الای و تگ ای رو قرار دادیم. یعنی اینجا برمیگردید میگید سیکشن که کلاس منو داره، میتونید از این استفاده بکنید، یا درجا میتونید برگردید بگید که کلاس منو. خب بشه هر جفتش درسته، ولی خب وقتی میگید سیکشن در واقع دارید سپریتش میکنید. خب این مدل یاد بگیرید بهتره. یعنی چی؟ ممکنه مثلا من تو صفحه‌ام کلاس منو دو سه تا داشته باشم و تو المنت های مختلفی دارم استفاده میکنم، مثل سیکشن، مثل هیدینگ. با این کار شما دارید سپریتش میکنید. برمیگردم میگم سیکشن بیت یاد بشه 100% و هیدت بشه 50 پیکسل و بک‌گراند کالرت بشه حالا لایت گری. میام اینجا و Alt F2 رو میزنم و یه همچین چیزی رو خواهم دید. میام میرم برمیگردم میام سیکشن کلاس منو، یه فرزندی داری به نام نب، درسته؟ میام بیت زینب بیاد بشه، حالا هر چقدر که خوب دوست دارم یا 100% چون فرزندشو میتونی این هیت رو استفاده بکنی، هیت هم این هیت رو استفاده بکنی و بکگراند کالرش هم حالا یه رنگی بدید، فرقه رنگ مواد عوض شد. من این رنگ ها رو میتونم بردارم. خب. یا بگم سیکشن کلاس منو نو و یوال، یا اینجا یوال هم از ما فلوت فرض کن بهش بگیم که 50% صفحه رو بگیر، هیت هم بیاد بشه، این هیت پدره و بکگراند کالر هم بیاد بشه اورنج. حالا یه مقدار فرق بشه. خب من میخوام این رو بکشمش وسط صفحه، از چه دستور استفاده میکنم؟ مارجین صفر اوتو میتونید بکشونش وسط رای دیگه، پوزیشن فیکس بده کلک، پوزیشن ابسولوت بده کلک، ریلیتیو کلک، مارجین کلک هستن. خب مارجین لفت بده اینجا کلک بذار دیگه، اینا رو بلدید میتونید استفاده بکنید. خب یعنی اینجا فقط حواستون باشه این لیست استایلش رو نان میکنید، این شکلی نمایش داده نشه. رنگ اینا خیلی رنگ زشتیه، من گری میذارم از نوع دارکش به این شکل و میام داخلش میگم که سیکشن که کلاس منو داریم که فرزندی داری به نام نب و فرزندی داری به نام یوئل و فرزندی داری به نام الای دیسپلیت بیاد بشه در این لاین بلاک و بیت ست بیاد بشه 150 پیکسل، هیتت هم بیاد بشه این هریت و یه بگرام میرم فقط ببینمش اورنج هستم. اینا رو اینجا دیدم. خب بریم مرحله بعدی. خب من این رو نخواهم داشت، رنگش خوب نیست، این هم میتونیم رنگ ندیم و مثلا یه مدل جدید دیدم منو اینجوری هم قشنگی 5 پیکسل مثلا لایت گری هم قشنگ میشه. مدل منو زیاد مود شده برده دش ریدیوزش هم بدیم در حتی 5 پیکسل که گردش بکنه بیشتر 10 تا به این شکل. میتونیم این منفیش رو هم اینجا بذاریم، کنترل سی و کنترل ای منفیش رو هم اینجا من بذارم و الان باز بیشتر مشخص میشه. یه مارجین تاپ هم میتونید بدید بهش، بیایید و یه مارجین تاپ در حد 10 پیکسل هم بدید که بیاد پایین تر. آها من مارجین دادم 0 و 2، میتونید رو 0 و 2 رو بکنید چی؟ بکنید مثلا 10 پیکسل به این شکل بیاد پایین تر. خب مارجین باطنش هم در واقع 10 میتونید باطنش رو 0 بکنید که به این شکل بشه.
میتونیم حالا به این شکل باشه، یا اینکه بیایم یه مدل دیگه استفاده کنیم، برگردیم بگیم که این میخواد بیاد وسط، بیایم مارجین لفت بذاریم، یا به این شکل برگردیم بگیم لفتت و مقدار اوتو رو که میخواید بذارید به این شکل قرار بگیریم. میتونید دستور کلک استفاده بکنید که مثلا بیاد این کلک 50 مثلا از مقدار 50 مقدار مثلا 50% منهای مقداری که این اینجا وجود داره، حالا بر حسب درصدی که میتونه باشه. خب من حالا هم مقدار مارجی میذارم و مقدار همون 10 پیکسل اوتو. خب و اینجا هم که چون به حسب در واقع دارم درصد میدم دیگه نمیتونستم که هرکی استفاده کنم، من اینکه میومدم از ترانسفورم ها استفاده میکردم که یه راه دیگه ای که بکشید وسط، اینا هنوز درس دارم. خب به این شکل الان اینجا قرار گرفته، میتونیم یه ذره خوشگل‌ترش بکنیم و یه پدینگ در حد 10 پیکسل هم بدیم و یه باکس سایزینگ بوردر باکس هم بدیم که حالا بزرگتر نشه و این بیاد به وسط. اوکی و بریم موارد بعدی دیگه. بیایم اینجا رو کپیش بکنیم و اینجا قرار بگیره، بیایم تگ A رو قرار بدیم و دیسپلیش بشه از نوع بلاک و ویدثش بشه اندازه پدرش، هیتش هم همینطور باشه اندازه پدرش و تکست آلاینش هم بشه سنتر و لاین تکست آلاینش هم بشه سنتر، لاین هیتش هم باشه 50 و تکستش ترانسفورمش هم باشه کپیتالایز و تکست دکوریشنش هم باشه نه. خب ببینیم چه کردیم، خوبه. خب لاین هیتش 50 زیاده، بذاریم 30 چون من اون پدینگ دادم، پدینگ تاپ دادم. حالا اینجا باز بهتر شد، رنگش رو میتونه رنگ مختلف بذاریم، یا رنگ آبی هم بد نیم، مثلا کالرش باشه مثلا بلو، حالا به سمت بلو بزنید، حالا هرچی که گذاشته میتونه به این رنگ بشه. خب حالا به این شکل هوا قرار دادیم و بهتر شد به نظر. حالا بخواه اگه وسط تر قرار بگیره، میتونید پدینگی که اینجا دادید به این قسمت، مثلا بیایید برگردید بگید که پدینگ تاپش مثلا باشه 10 تا و پدینگ مثلا لفتش باشه مثلا بیشتر مثلا 30 پیکسل، که این رو بیشتر بکشه این سمت چپ مثلا بکنیمش 50 تا، اینکه دقیقا وسط باشه مثلا بیشه. خب زیاد دیدم حالا این مدل منوها رو، میتونید ازش استفاده بکنید. خب این قالب اولیه‌مون، این قالبی هستش که درست کردیم، حالا میخوایم بریم چیکار کنیم، بریم زیر منوهاش رو درست کنیم. سوال در مورد این، اگر سوال دارید در مورد این بپرسید، کداش هم براتون قرار میدم تو کانال کدش رو قرار میدم.